به نام خداوند بخشنده مهربان. دنباله سوره شورا آیه 21 آن چنین است: آن روز ظالمان را بینی از کیفر کردار خود و از هول و سختی عذاب قیامت سخت ترسان و حراسانند و البته به کیفر خود خواهند رسید، و آنان که به خدا ایمان آورده و نیکوکار شدند در باغهای بهشتی منزل یافته و نزد خدا هر چه خواهند برای آنان مهیا است. این همان فضل و رحمت نامنتهای خداست که نصیب اهل ایمان است. این بهشت ابد همان است که خدا به بندگانی که ایمان آورده و نیکوکار شدند بشارت آن را داده است. ای رسول ما، به امت بگو من از شما اجر رسالت جز این نخواهم که مودت و محبت مرا در حق خیشاوندان منظور دارید، و هر که کار نیکو انجام دهد ما بر نیکوییش بیفزاییم، که خدا بسیار آمرزنده و پذیرنده شکر بندگان است. بلکه مردم نادان خواهند گفت محمد بر خدا دروغ بست که محبت اهل بیت را بر امت واجب کرد. چنین نیست، هرگز رسولی بر خدا دروغ نتواند بست، که اگر خدا بخواهد بر قلب تو مهر می نهد و به کلمات وحی خود سخن باطل را محو و نابود و حق را ثابت و برقرار می گرداند، که خدا به اسرار دلهای خلق کاملا آگاه است و اوست خدایی که توبه بندگانش را می پذیرد و گناهانشان می بخشد و هر چه کنید می داند. خدا دعای آنان که به او ایمان آورده و نیکوکار شوند مستجاب می گرداند و از فضل و کرم خود بر ثواب آنها می افزاید، اما برای کافران عذابی سخت خواهد بود. اگر خدا روزی بندگان را وسیع و فراوان کند در روی زمین ظلم و طغیان بسیار کنند، لیکن روزی خلق را به اندازه ای که بخواهد نازل می گرداند، که خدا به احوال بندگانش بصیر و آگاه است. و اوست خدایی که باران را پس از نومیدی خلق می فرستد و رحمت خود را فراوان می گرداند، و اوست خداوند ستوده صفات، و از جمله آیات قدرت او خلقت زمین و آسمان هاست و هم آنچه در آنها از انواع جنبندگان پراکنده است، و او بر جمع آوری موجوداتی که در آسمانها و کرات بیشمار عالم آنچه پراکنده است هر وقت بخواهد قادر است. آنچه از رنج و مصائب به شما میرسد همه از دست اعمال زشت خود شماست، در صورتی که خدا بسیاری از اعمال بد را عفو می کند. شما در زمین هیچ قدرتی ندارید و از کوچکترین قوای جهان زبون و عاجزید، و غیر خدا در عالم هیچ یار و یاوری نخواهید داشت. و یکی از آیات و قدرت الهی سیر و گردش کشتی هاست که در آب دریا مانند قصرها به حرکت در می آیند، و اگر خدا بخواهد باد را سکون و آرامش دهد تا کشتی ها بر پشت آب از جنبش بیستد، و در این کار برای مردم با صبر شکر گذار ادله قدرت خدا نمودار است. یا اگر بخواهد خدا کشتیتان را به جرم بدکاری به دریا غرق می کند، در حالی که بسیاری از جرم شما را می بخشد. آنان که در آیات ما راه جدال و انکار می پیمایند می دانند که بر آنها از قهر و عذاب ما هیچ مفر و نجاتی نیست. باز ای مردم، بدانید که چیزی که از نعمتهای دنیا نصیب شما گردیده متاع فانی زندگی دنیاست، و آنچه نزد خداست بسیار بهتر و باقی تر است، اما آن مخصوص است به آنان که به خدا ایمان آورده اند و در امورشان بر پروردگار توکل می کنند. آنان که از زشتکاری و گناهان بزرگ می پرهیزند و چون بر کسی خشم و غضب کنند او را می بخشند.
آنان که امر خدا را اجابت و اطاعت کردند و نماز به پا داشتند و کارشان را به مشورت یکدیگر انجام دادند و از آنچه روزی آنها کردیم به فقیران انفاق می کنند. آنان که چون ظلمی بر آنها هجوم برد از مؤمنان یاری می طلبند و انتقام بدی مردم را به همان اندازه می کنند و نه زیادتر، و باز اگر کسی عفو کند و بین خود و خصمش صلح برقرار نماید، اجر او بر خداست و خدا به هیچ وجه ستمکاران را دوست نمی دارد. هر کس پس از ظلمی که بر او رفته برای انتقام یاری طلبد، بر او هیچ مؤاخذه ای نیست. تنها راه مؤاخذه بر آنها ایست که به مردم ظلم کنند و در زمین به ناحق شرارت انگیزند که بر آنها عذابی دردناک خواهد بود، و هر که بر ظلم کسی صبر کند و ببخشد، این مقام حلم و بردباری است که عزم در امور الهی و تسلط بر نفس است. و هر که را خدا به گمراهی خود گذارد، دیگر هیچ جز خدا بر او یاوری نیست. ستمکاران را بنگری که چون عذاب قیامت را به چشم ببینند، در آن حال گویند ای خدای، راهی به بازگشت دنیا برای ما هست؟ و آن ظالمان را بنگری که به دوزخشان متوجه گردانند، آنها با ترس و ذلت از گوشه چشم بر آتش دوزخ می نگرند و در آن حال مؤمنان گویند آری، زیانکاران آنان هستند که نفوس خود و اهل بیت خود را در امروز قیامت به زیان عذاب انداختند. ای مردم، بدانید که ستمکاران عالم به عذاب ابدی گرفتارند و آنها را هیچ غیر خدا یار و یاوری نباشد، و هر که را خدا گمراه کند، دیگر هیچ راه نجاتی بر او نخواهد بود. دعوت خدای خود را اجابت کنید پیش از آن که بیاید روزی که نه از قهر خدا راه نجاتی یابید و نه ملجأ و پناهی آن روز دارید، و نه بر عذابی که به کرده خود مستحق آن شدید کسی از شما دفاع و انکاری تواند کرد. ای رسول، تو آیات قیامت را به خلق برسان. اگر باز اعراض کردند، تو را نگهبان آنها نفرستادیم، بر تو جز ابلاغ رسالت تکلیفی نیست، و ما چون به انسان از لطف و رحمت خود بهره ای بخشیم شاد شود، و اگر به کیفر کردار خود رنج و عذابی بر او برسانیم، سخت راه کفران پوید. خداست تنها مالک زمین و آسمان ها، هرچه بخواهد می آفریند و به هر که خواهد فرزند دختر و به هر که خواهد فرزند پسر عطا می کند، یا در یک رحم دو فرزند پسر و دختر قرار می دهد و هر که را خواهد عقیم و نازا می گرداند، که او به صلاح خلق دانا و به هر چه خواهد تواناست. از رسولان هیچ بشری را یارای آن نباشد که با خدا سخن گوید مگر به وحی و الهام خدا، یا از پس پرده غیب عالم و حجاب ملکوت جهان. یا رسولی از فرشتگان عالم بالا فرستد تا به امر خدا هرچه او خواهد وحی کند، البته که او خدای دانای بلند مرتبه است. و همین گونه ما روح و فرشته بزرگ خود را به فرمان خیش برای وحی به تو فرستادیم، و پیش از آن که وحی رسد ندانستی کتاب خدا چیست و نه فهم کردی که راه ایمان و شرع کدام است، لکن ما آن کتاب و شرع را نور وحی و معرفت گردانیدیم که هر کس از بندگان خود را بخواهیم به آن نور هدایت می کنیم. و اینک تو که به نور وحی ما هدایت یافتی، خلق را هدایت خواهی کرد، خلق را به راه راست هدایت خواهی کرد.
یعنی به راه خدا، همان خدایی که هرچه در آسمان ها و زمین است همه ملک اوست، و رجوع تمام عالم آفرینش به سوی اوست. سوره شورا با 53 آیه آن در اینجا به پایان رسید. میرسیم به سوره زخرف که در مکه معظمه نازل شده و مشتمل بر 89 آیه می باشد. به نام خدای بخشنده مهربان. قسم به قرآن روشن بیان که ما قرآن را به لسان فصیح عربی مقرر داشتیم تا شما در فهم آن عقل و فکرت به کار بندید، و همانا این کتاب نزد لوح محفوظ که اصل کتب آسمانی است بسی بلند پایه و محکم اساس است. آیا ما از متذکر ساختن شما به قرآن چون به انکار آن برخیش ستم می کنید صرف نظر کنیم؟ و چقدر پیامبرانی در اقوام پیشین فرستادیم و برای مردم هرگاه رسولی آمد او را تنها به مسخره و انکار گرفتند. ما هم قوی ترین سرکشان را به عقوبت هلاک کردیم و شرح حال پیشینیان برای عبرت مردم درگذشت. و اگر از این کافران بپرسی که آسمان ها و زمین را که آفریده، البته جواب دهند خدای مقتدر دانا آفریده است، همان خدایی که زمین را مهد آسایش شما بندگان قرار داد و در آن راه ها برای شما پدید آورد تا مگر هدایت یابی، آن خدایی که از باران آسمان آبی به قدر و اندازه نازل کرد و به آن صحرا و دیار مرده خشک را زنده گردانید و همین گونه مردگان هم از قبرها بیرون می آیند، آن خدایی که همه موجودات عالم را جفت آفریده و برای سواری شما بندگان کشتی ها و چهار پایان را در آب و خاک مقرر فرمود تا چون در سفرها با کمال تسلط بر پشت آنها نشسته و متذکر نعمت خدا بشوید و گویید پاک و منزه خدایی که او اینها را مسخر ما گردانید وگرنه ما هرگز قادر بر آن نبودیم. بازگشت ما البته به سوی خدای ما خواهد بود، و مشرکان برای خدا مانند فرشته چیزی را که بنده مخلوق اوست جزء وجود او قرار دادند که انسان بسیار ناسپاس و کفرش آشکار است. آیا خدا از مخلوقات خود برخیش دختران را برگزید و شما را به پسران امتیاز داد؟ و حالان که به هر کدام از مشرکان دختری که به خدا نسبت دادند مژده دهند، رویش سیاه می شود و خشم فرو می برد. آیا کسی که به زیب و زیور پرورده می شود مانند دختران و او در خصومت از حفظ حقوق خود عاجز است، چنین کسی لایق فرزندی خداست؟ مشرکان فرشتگانی که مخلوق و بندگان خدا هستند دختر می خوانند، آیا در وقت خلقت آنها حاضر بودند؟ البته شهادت آنها در نامه اعمالشان نوشته شده و بر آن سخت مؤاخذه می شوند. مشرکان می گویند اگر خدا می خواست ما فرشتگان و بتان را نمی پرستیدیم. گفتار آنها نه از روی علم و دانش است، بلکه به وهم و پندار باطل خیش سخن می گویند. آیا برای آنها پیش از این کتابی فرستادیم که در این سخن و عقیده باطل به آن کتاب استدلال کنند؟ بلکه گفتند ما پدران را به عقاید و آیینی یافتیم و البته ما هم در پی آنها بر هدایت هستیم. همچنین ما هیچ رسولی پیش از تو در هیچ شهر و دیاری نفرستادیم جز آن که اهل ثروت و مال آن دیار به رسولان گفتند که ما پدران خود را بر آیین و عقایدی یافتیم و از آنها البته پیروی خواهیم کرد. به گفتار شما از دین پدری خود بر نمی گردیم. آن رسول ما به آنان گفت اگر من به آیینی بهتر از دین باطل پدرانتان هدایت کنم باز هم پدران را تقلید می کنید؟
آنها پاسخ دادند: به هر تقدیر ما به آنچه شما به رسالت آورده اید باز کافریم، ما هم از آن مردم پرغرور و عناد انتقام کشیدیم، بنگر تا عاقبت حال کافران به کجا کشید. ای رسول ما، یادار وقتی را که ابراهیم با پدر و قومش گفت: ای بت پرستان، من از معبودان شما سخت بیزارم و جز آن خدایی را که مرا آفریده و البته ما را هدایت خواهد کرد نمی پرستم و این خدا پرستی را برای خود تا قیامت کلمه باقی گردانید تا همه فرزندانش به خدای یکتا رجوع کنند. و من تعجیل در عقوبت کافران نکردم، بلکه آنان و پدرانشان را بهره‌مند کردیم تا آنکه دین حق و رسول مبین اسلام بر آنها آمد. و چون رسول حق به سوی آنها آمد گفتند: این قرآن سحر است و ما به وحی بودن آن ایمان نداریم. و باز گفتند: چرا این قرآن بر آن دو نفر بزرگ قریه مکه و طایف، ولید و حبیب، نازل نشد؟ آیا آنها باید فضل و رحمت خدای تو را تقسیم کنند، در صورتی که ما خود معاش و روزی آنها را در حیات دنیا تقسیم کرده ایم و بعضی را بر بعضی برتری داده ایم تا بعضی از مردم به ثروت بعضی دیگر را مسخر خدمت کنند و رحمت خدا از آنچه جمع می کنند بهتر است؟ و اگر جز این بود، مردم همه یک نوع و یک امتند، ما آنان که کافر به خدا می شوند به مال فراوان سقف خانهایشان از نقره خام قرار می دادیم و نیز بر منزلهاشان درهای بسیار و تختهای زرنگار که بران تکیه زنند قرار می دادیم و امارتهایشان به زر و زیور می آراستیم. و اینها همه متاع پست فانی دنیاست و آخرت ابدی نزد خدا مخصوص اهل تقواست. و هر که از یاد خدا و قرآن دوری کند، شیطان را برانگیزیم تا یار و همنشین دائم وی باشد. و آن شیاطین همیشه آن مردم از خدا غافل را از راه خدا باز دارند و به زلالت افکنند و پندارند که هدایت یافتند و سرگرم دنیا شده تا وقتی که از دنیا به سوی ما باز آیند. آنگاه با نهایت حسرت گویند: ای کاش میان ما و آن شیطان فاصله ای به دوری مشرق و مغرب بود، که او بسیار همنشین و یار بدی برای ما بود. و ای ستمکاران، هرگز در آن روز پشیمانی به حال شما سودی ندارد، زیرا در دنیا ظلم کردید و امروز با شیاطین در عذاب دوزخ شریک هستید. ای رسول ما، آیا تو این کران را سخنی توانی آموخت یا این کوران باطن؟ و آن را که دانسته به گمراهی می رود هدایت توانی کرد؟ پس بدان ما یا تو را به جوار خود برده و بعد از تو سخت از آنها انتقام می کشیم، یا عذابی که وعده آن را به آنها دادیم به تو می نمایانیم که ما همه گونه بر هلاک آنها قادریم. پس تو به قرآنی که تو را وحی می شود تمسک کن، که البته تو به راه راست هستی. قرآن برای تو و مؤمنان قومت شرف و نام بلندی است و البته شما را باز می‌پرسند. ای رسول، از رسولانی که پیش از تو فرستادیم باز پرس که آیا ما جز خدای یکتای مهربان خدایان دیگری را هم معبود مردم قرار دادیم؟ ما موسی را به آیات و معجزاتی که به او دادیم به سوی فرعون و اشراف قومش به رسالت فرستادیم. او برای تبلیغ امر خدا به آنها گفت: من رسول رب العالمینم. چون آیات ما را بر آنها آورد، او را مسخره کرده و بر او خندیدند. و ما هر معجز و آیتی برای آنها آوردیم همه را تکذیب کردند. ما هم آنها را به عذاب و بلا گرفتار کردیم تا مگر به سوی خدا باز آیند. و به موسی نسبت ساحری دادند، گفتند: ای ساحر بزرگ، تو از خدای خود چون تعهدی با تو دارد بخواه تا عذاب از ما بردارد.
ما بدین شرط البته هدایت می شویم. پس آنگاه به دعای موسی ما عذاب را از آنها برداشتیم، اما باز آنها نقض عهد کردند. و فرعون در میان قومش بر علیه موسی آوازه بلند کرد که ای مردم، آیا کشور با عظمت مصر از من نیست؟ و چنین نهرها از زیر قصر من جاری نیست؟ آیا عزت و جلال مرا در عالم به چشم مشاهده نمی کنید؟ آیا من به ریاست و سلطنت بهترم؟ یا این چنین مرد فقیر خاری که هیچ منطق و بیان روشنی ندارد؟ و اگر موسی رسول خداست، چرا او را دستگاهی نیست و طوق زرین بر دست ندارد؟ یا چرا فرشتگان آسمان همراه او نیستند و به این تبلیغات دروغ و باطل قومش را ذلیل و زبون داشت تا همه مطیع فرمان وی شدند، که آنها مردمی فاسق و نابکار بودند. پس آنگاه که فرعون و فرعونیان ما را به خشم آوردند، ما هم از آنان انتقام کشیدیم و همه را غرق دریای هلاکت نمودیم، و هلاک آن قوم را مایه عبرت آیندگان قرار دادیم. و چون بر عیسی فرزند مریم مثلی زده شد، قوم تو ای رسول از آن به فریاد آمدند و سخت بر آنان گران بود. و مشرکان به اعتراض گفتند آیا خدایان ما بهترند یا عیسی مریم؟ اگر به قول محمد صلی الله علیه و آله و سلم غیر خدا، همه معبودان در آتش بسوزند، لازم آید عیسی هم بسوزد. و این سخن را با تو آنها جز به جدل و انکار نگفتند که آنها قومی حریف جدل و خصومتند. عیسی کسی نبود جز بنده خاصی که ما او را به نعمت رسالت برگزیدیم و بر بنی اسرائیل قرار دادیم، و اگر ما بخواهیم به جای شما آدمیان فرشتگان را در زمین جانشین شما می‌گردانیم. آن عیسی علم و نشانه ساعت قیامت است، و زنهار در آن ساعت شک و تردید روا مدارید و امر مرا پیروی کنید که راه راست به سعادت و بهشت است. مبادا شیطان شما را از راه حق باز گرداند که دشمنی او شما را آشکار است. و چون عیسی با ادله و معجزات برای هدایت خلق آمد، گفت من آمده ام با حکمت و برهان و کتاب انجیل آسمانی شما را هدایت کنم، و بعضی احکامی که در آن اختلاف می کنید از تورات بیان سازم، پس خدا ترس و پرهیزکار شوید و مرا اطاعت کنید، همانا خدای یکتا پروردگار من و شماست، تنها پرستش او کنید که جز او معبودی نیست، این راه راست است. باز یهود و نصارا بین خود اختلاف انداختند. وای بر ستمکاران عالم از عذاب دردناک روز قیامت، آیا به جز ساعتی انتظار خواهند کشید تا آنکه قیامت به ناگاه بر آنها فرا می رسد و آنها غافل از خدا و بی خبر از روز قیامتند؟ در آن روز دوستان همه با یکدیگر دشمنند بجز متقیان. ای بندگان صالح من، امروز شما را هیچ ترس و حزنی نخواهد بود. آن روز خطاب شود آنان که به آیات ما ایمان آوردند و تسلیم امر ما شدند، به همه خطاب رسد که شما با همسرانتان مسرور و شادمان در بهشت جاوید وارد شوید، و بر آن مؤمنان کاسه های زرین و کوزه های بلورین مملو و از انواع طعام لذیذ مهیاست، و در آنجا هرچه نفوس را بر آن میل و شهوت است و چشم ها را شوق و لذت مهیا باشد، و شما مؤمنان در آن بهشت جاودان خواهید بود. و به مؤمنان گویند این همان بهشتی است که از اعمال صالح خود به ارث یافتید. برای شما در آنجا انواع میوه فراوان است که از آن هر چه خواهید تناول کنید.
بدکاران هم آنجا سخت در عذاب آتش جهنم هستند و هیچ از عذابشان کاسته نشود و امید نجات و خلاصی ندارند. و ما به آنها ظلم و ستمی نکردیم، لکن آنان خود مردمی ستمکار و ظالم بودند و آن دوزخیان مالک دوزخ را در آن هنگام ندا کنند که ای مالک، از خدای خود بخواه که ما را بمیراند تا از عذاب برهیم. جواب دهد شما در این عذاب همیشه خواهید بود. ما راه خدا و آیین حق را برای شما مردم آوردیم، لکن اکثرتان از حق کراهت و اعراض داشتید. بله، کافران بر کفر و عصیان تصمیم گرفتند، ما هم بر کیفر و انتقام ایشان. آیا گمان می کنند که سخنان سری و پنهان که به گوش هم میگویند نمی شنویم؟ می شنویم و رسولان ما همان دم آن را می نویسند. ای رسول، بگو اگر خدا را فرزندی بود، اول من او را می پرستیدم. خدای آسمان ها و زمین و پروردگار عرش عظیم از آنچه کافران توصیف کنند منزه است. ای رسول، کافران را بگذار تا به عالم حیوانیت فرو روند و به بازیچه دنیا سرگرم باشند تا روزی را که به آنها وعده شده ببینند. و آن ذات یگان خداست که در آسمان و در زمین و در همه عوالم نامنتها اوست و هم او به نظام کامل آفرینش به حقیقت داناست. بزرگوار خدایی که آسمانها و زمین و هرچه بین آنهاست همه ملک اوست و علم ساعت قیامت نزد اوست و خلق همه به سوی او باز می گردند. و غیر خدای یکتا آنان را که به خدایی می خوانند قادر بر شفاعت کسی نیستند، مگر کسانی که بدانند و بر توحید حق گواهی دهند. و اگر از مشرکان باز پرسی که آنها را که آفریده است، به یقین جواب دهند خدا آفریده، پس چرا از خدای حق به سوی خدایان باطل برمی گردند؟ خدا هم از ساعت قیامت آگاه است و هم از گفتار و دادخواهی رسولش که گوید خدایا اینها بس لجوج قومی هستند و هیچ ایمان نمی آورند. پاسخ دهیم رسولا، اکنون که از ایمان قوم مأیوسی، روی از آنها بگردان، بگو به سلامت که به زودی آگاه می شوند. در اینجا سوره زخرف که شامل 89 آیه بود به پایان می رسد. می رسیم به سوره دخان که در مکه معظمه نازل شده و این سوره مشتمل بر 59 آیه می باشد. به نام خدای بخشنده مهربان، قسم به قرآن حکمت بیان، ما آن قرآن را در شب مبارک قدر فرستادیم تا خلق را از عذاب قیامت آگاه کنیم و بترسانیم. در آن شب هر امری با حکمت معین و ممتاز می گردد. تعیین آن امر از جانب ما که فرستنده پیغمبرانیم البته خواهد بود. این از لطف و رحمت پروردگار توست که به دعای بندگان شنوا و آگاه است. همان پروردگاری که خالق آسمانها و زمین و هر آنچه میان آنهاست اوست. در عالم هیچ خدایی غیر او نیست. خلق را او زنده می گرداند که او خدای آفریننده شما و پدران پیشین شماست. کافران را به خدا و قیامت ایمان نیست، بلکه با شک و استهزا به بازیچه دنیا مشغولند. ای رسول، منتظر باش روزی را که بر عذاب کافران در آسمان دودی پدید آید و آن دود آسمانی که عذابی دردناک است مردم را احاطه کند و کافران فریاد برآورند که پروردگارا این عذاب از ما برطرف ساز، ما البته ایمان می آوریم. کجا متذکر شده و ایمان می آورند؟ در صورتی که رسول ما با آیات روشن بیان آمد، پس باز از او اعراض کردند و گفتند او شخص دیوانه است که قرآن را به او آموخته اند.
تا زمانی اندک برای امتحان عذاب را از آنها بر می داریم، ولی آنها باز به کفر خود بر می گردند. ای رسول، منتظر باش آن روز بزرگ را که ما آنها را به عذاب سخت بگیریم، که البته ما از آنها انتقام خواهیم کشید. و ما پیش از این امت قوم فرعون را آزمودیم، رسولی مانند موسای بزرگوار به سوی آنها فرستادیم. او گفت ای فرعونیان، امر بندگان خدا را به من واگذارید که من بر شما به یقین رسول امین پروردگارم، و زنهار بر خدا تکبر و طغیان مجوید که من بر شما حجت آشکار آوردم. و من به خدای پناه میبرم اگر عزم آزار و سنگسار من کنید، و اگر به رسالت من ایمان نمی آورید، پس مرا به حال خود واگذارید و در پی قتل و آزارم بر نیایید. فرعونیان دست از ستمش بر نداشتند، پس دعا کرد که ای خدا، اینان مردمی سخت مجرم و بدکارند. خدا فرمود تو بندگان با ایمان مرا شبانه از شهر بیرون بر تا فرعونیان شما را تعقیب کنند. آنگاه دریا را همان گونه که بر تو شکافتیم بگذار و بگذر تا فرعون و لشکریانش تماماً به دریا غرق شوند. چه بسیار در دنیا نظیر فرعونیان بودند، و باغ‌ها و بستان‌ها و چشمه‌های آب و کشت و زرها و مقام و منزل‌های عالی را رها کردند و رفتند، و ناز و نعمت وافری که در آن غرق بودند، مرگ آمد و از همه چشم پوشیدند. و ما آن ناز و نعمت‌ها را از قوم گذشته به قوم دیگر دادیم، و بر مرگ آن گذشتگان هیچ چشم زمین و آسمان نگریست و بر هلاکشان مهلت ندادند. و البته ما بنی اسرائیل را از عذاب ذلت و خاری نجات دادیم، و از شر قتل و اسارت فرعون که سخت متکبر و ستمکار بود آسوده ساختیم، و آنها را در آن دور بر عالمیان به علم و دانش برگزیدیم، و آیات و معجزاتی برای آنها به دست موسی آوردیم که در آن کاملا آزمایش شوند. همانا اینان البته خواهند گفت که ما جز این مرگ اول در قیامت زنده نخواهیم شد، پس پدران ما را اگر راست میگویید بیاورید. آیا آنها بهترند یا قوم تبع و اقوام پیش از او، که چون بسیار مردم بدکار مجرمی بودند، ما همه آنها را هلاک کردیم. و ما آسمانها و زمین و آنچه بین آنهاست به بازیچه خلق نکردیم. آنها را جز به حق و از روی حکمت و مصلحت نیافریدیم، لکن اکثر مردم از آن آگاه نیستند. همانا روز قیامت روز فصل و جدائی مؤمن و کافر و وعدگاه جمیع خلایق است، روزی است که هیچ حمایت خیش و یار و یاوری کسی را از عذاب نرهاند، مگر آنکه خدا به او رحم کند که او تنها بر خلق مقتدر و مهربان است. همانا درخت زقوم جهنم قوت و غذای بدکاران است، که آن غذا در شکمهاشان چون مس در آتش گداخته می جوشد، آنسان که آب بر روی آتش جوشان است. خطاب قهر رسد که بدکاران را بگیرید و به میان دوزخ درافکنید، پس از آن آب جوشان بر سرشان فرو ریزید، و به استهزا به وی گویند عذاب دوزخ را بچش که تو بسیار نزد خود عزیز و گرامی هستی. این همان عذابی است که از آن در شک و انکار بودید. همانا آن روز سخت آنان که متقی و خدا ترس بودند در بهشت ابد مقام امن و امان یافتند، در باغ‌ها و کنار چشمه‌ها و نهرها آرمیده اند. لباس از سندس و استبرق بیاراسته و روبروی هم بر تخت‌ها تکیه زدند، و همچنین با حوریان زیبا چشمشان را هم جفت قرار داده ایم. از هر نوع میوه که بخواهند برای آنها حاضر، و از هر درد و رنج و زحمتی ایمن و آسوده اند، و جز آن مرگ اول
دیگر هیچ طعم مرگ را نمی چشند و خدا آنها را از عذاب دوزخ محفوظ خواهد داشت. این به فضل و رحمت خدای توست و همین به حقیقت در جهان سعادت و فیروزی بزرگ است. و ما این قرآن را به زبان تو آسان کردیم تا مگر مردمان متذکر حقایق آن بشوند. پس از تلاوت این آیات و اتمام حجت برای کافران، منتظر عذاب آنها باش، چنان که آنها هم برای تو انتظار روزگار بدی را دارند. در اینجا سوره دخان که شامل 59 آیه بود به پایان رسید. میرسیم به سوره جاسیه که در مکه معظمه نازل شده و این سوره مشتمل بر 37 آیه می باشد. به نام خدای بخشنده مهربان. تنزیل این قرآن عظیم از جانب خدای مقتدر حکیم است. همانا در خلقت آسمان ها و زمین برای اهل ایمان آیات و ادله قدرت الهی پدیدار است و در خلقت خود شما آدمیان و انواع بیشمار حیوان که در روی زمین پراکنده است هم آیات و براهین قدرت حق برای اهل یقین آشکار است و نیز در رفت آمد شب و روز و آنچه خدا از آسمان برای روزی خلق از برف و باران می‌فرستد و زمین را پس از مرگ دگربار زنده می‌سازد و در وزش بادهای عالم، در همه این موجودات برای خردمندان جهان آیات صانع پیداست. این آیات قرآن که ما بر تو به حق تلاوت می‌کنیم همه ادله قدرت خداست. پس بعد از خدا و آیات روشن او دیگر به چه برهان ایمان می آورند؟ وای بر مردم دروغگوی بدکار، آنکه آیات خدا را که بر او تلاوت می شود شنیده، بر تکبر و طغیان اصرار می کند، چنان که گویی هیچ آن آیات را نشنیده است. چنین کس را به عذاب دردناک بشارت ده، چون از آیات ما چیزی بداند آن را به مسخره می گیرد. برای چنین مردمی عذاب ذلت و خاری مهیاست. آنها را آتش دوزخ در پیش است و هیچ چیز از آنچه اندوختند آنان را نجات و رهایی ندهد. و آنچه غیر خدا دوست گرفتند به کارشان نیاید و کیفر آنها بزرگ عذاب قهر خداست. این قرآن هدایت خلق است و آنان که به آیات خدای خود کافر شدند، جزای آنها عذاب دردناک دوزخ است. خداست آن که برای شما دریا را مسخر گردانید تا کشتی به امر خدا آسان در آب جاری شود و از آن به تجارت و سفر از فضل خدا روزی طلبید، باشد که شکر نعمتش به جای آرید. و آنچه در زمین و آسمان ها بود تمام را مسخر شما گردانید. در این کار نیز برای مردم با فکرت آیات قدرت کاملا پدیدار است. ای رسول ما، به آنان که ایمان آورده اند بگو شما مؤمنان از جور مردمی که در اثر کفر و شک به ایام الهی امیدوار نیستند درگذرید و آنها را به جهالت خود رها کنید که خدا عاقبت هر قومی را به پاداش اعمال خود می رساند. هر کس کار نیک کند به نفع خود و هر که بد کند به زیان خیش کرده است. آنگاه برای پاداش نیک و بد به سوی خدای خود باز می گردید. و ما بنی اسرائیل را کتاب و حکومت و نبوت عطا کردیم و از هر روزی لذیذ و حلال نصیب آنها گردانیدیم و آنان را بر اهل دوران خود فضیلت دادیم و نیز به آن قوم آیات و معجزات روشن در امر دین و نظم دنیا عطا نمودیم و آنها خلاف و نزاع برانگیختند و به تحریف احکام تورات نپرداختند، مگر آنکه دانسته برای ظلم و تعدی به حقوق یکدیگر. البته خدا بین نزاع و اختلاف آنها روز قیامت حکم خواهد کرد. پس از موسی و رسولان بعدی ما تو را بر شریعت کامل در امر دین مقرر فرمودیم
تو آن شریعت و آیین خدا را کاملا پیروی کن و هیچ پیرو هوای نفس مردم مشرک نادان مباش. آن مردم هیچ تو را از اراده خدا بی نیاز نکنند و ستمکاران عالم در ظلم و ستم دوستدار و مددکار یکدیگرند و خدا دوستدار متقیان. این قرآن برای عموم مردم مایه بصیرت بسیار و برای اهل یقین موجب هدایت و رحمت پروردگار است. آیا آنان که مرتکب اعمال زشت و تبهکاری شدند گمان کردند رتبه آنها را مانند کسانی که به خدا ایمان آورده و نیکوکار شدند قرار می دهیم تا در مرگ و زندگانی هم یکسان باشند؟ هرگز چنین نیست. حکم آنها اندیشه بسیار باطل و جاهلانه است و خدا آسمانها و زمین را به بازیچه خلق نکرده بلکه به حق آفریده است و عاقبت هر نفسی بی هیچ ستمی پاداش هر عملی که کرده است خواهد یافت. ای رسول ما، می نگری آن را که هوای نفسش را خدای خود قرار داده و خدا او را دانسته و پس از اتمام حجت گمراه ساخته و مهر قهر بر گوش و دل او نهاده و بر چشم وی پرده ظلمت کشیده؟ پس او را بعد از خدا دیگر چه هدایتش خواهد کرد؟ آیا متذکر این معنی نمی شوید که جز راه خدا پرستی دیگر همه گمراهی است؟ کافران گفتند که زندگی ما جز همین نشأه دنیا و مرگ و حیات طبیعت نیست و کسی ما را نمی میراند. حشر و نشر و قیامتی نخواهد بود و این سخن نه از روی علم و دلیل بلکه از روی وهم و خیال می گویند و چون آیات و ادله روشن ما بر آن کافران تلاوت شود و با دلیل معاد و قیامت بر آنها محق گردد دیگر حجت و عذری نداشته جز این که گفتند اگر راست میگویید پدران ما را زنده کنید. ای رسول، در جواب آنها بگو خدا بمیراند و باز زنده کند، سپس تمام شما را جمع گرداند برای روز قیامت که آن روز بیشک بیاید، لکن اکثر مردم نمی دانند. آسمان ها و زمین همه ملک خداست. روزی که ساعت قیامت برپا شود آن روز اهل باطل و منکران معاد زیانکار خواهند بود و در آن روز هر گروهی را بنگری به زانو در آمده و از وحشت قوت ایستادن برای آنها نمانده و هر فرقه به سوی کتاب و نامه عمل خود خوانده شود و ندا شود که امروز همه به پاداش عمل خود می رسید. این کتاب به حق بر شما سخن می گوید که ما هرچه به دنیا کرده اید همه را درست نگاشته ایم و طبق آن به پاداش می رسید. اما آنان که به خدا ایمان آورده و نیکوکار شدند آنها را خدا در رحمت خود داخل سازد که آن سعادت و فیروزی معلومی است. و اما آنان که به خدا کافر شدند چون از شدت عذاب بنالند به آنها گوییم آیا برای شما آیات ما را تلاوت نکردند و شما تکبر و عصیان کردید؟ پس مردمی بدکار و مجرم بودید. و چون به شما گفته شد که وعده خدا حق است و در قیامت هیچ شک و تردیدی نیست، شما گفتید قیامت چیست؟ نمی فهمیم، بس خیالی پیش خود می کنیم و به آن هیچ یقین نداریم. و در آن هنگام بر آنان نتیجه اعمال بدشان پدید آید و عذابی که به آنها تمسخر می کردند به آنها احاطه شود و با آنها به قهر و عتاب خطاب شود که امروز ما شما را از رحمت خود فراموش می کنیم، چنان که شما در دنیا ملاقات این روز سخت را فراموش کردید. اینک منزل شما آتش دوزخ است و بر نجات خود هیچ یار و یاوری ندارید. این عذاب شما کیفر آن است که به آیات خدا و دعوت رسول حق تمسخر کردید و مغرور زندگانی دنیا شدید. پس کافران امروز از آتش دوزخ هیچ رهایی ندارند و هیچ عذر و توبه ایشان نپذیرند. باری ستایش و سپاس مخصوص خداست که به یک تایی آفریننده آسمانها و زمین و همه جهانهای بی نهایت است.
و مقام جلال و کبریایی در آسمان ها و زمین مخصوص اوست و او یکتا خدای مقتدر حکیم است. در اینجا سوره جاسیه که شامل 37 آیه بود به امید پروردگار بزرگ به پایان رسید. می رسیم به سوره احقاف که در مکه معظمه نازل شده و این سوره مشتمل بر 35 آیه است. به نام خدای بخشنده مهربان. تنزیل این قرآن عظیم از جانب خدای مقتدر حکیم است. آسمان ها و زمین و آنچه بین آنهاست را جز به حق و جز در وقت معین نیافریده ایم و آنان که کافرند از هرچه پند و اندرزشان کنند روی برمی گردانند. ای رسول ما، مشرکان را بگو جز خدا همه آن بت‌هایی که به خدایی می خوانید به من نشان دهید که آیا در زمین چیزی آفریدند یا شرکتی با خدا در خلقت آسمان ها دارند یا از کتب آسمانی پیشین دلیلی بر خدایی بت‌ها دارند یا کمتر اثر و نشانی بر درستی عقیده شرک یافتند. اگر راست میگویند برای من بیاورند. و کیست گمراه تر از آن که جز خدا کسی را بپرستد که هیچ در حوائج تا قیامت او را اجابت نکند و از هرچه بخواندندش خود بی خبر باشد و چون در قیامت خلق محشور شوند آنجا معبودان باطل با مشرکان دشمن و از پرستش آنها بیزارند و هرگاه آیات روشن ما را برای مردم تلاوت کنند کسانی که به خدا کافرند گویند که این کتاب سحر آشکاری است یا کافران میگویند که محمد صلی الله علیه و آله و سلم خود این آیات قرآن را فرا بافته است. ای رسول، در جواب آنها بگو اگر این قرآن را من خود بافته باشم خدا مرا عذاب می کند و شما از قهر خدا هیچ قدرت بر نجات من ندارید و او به افکاری که در آن فرو می روید داناتر است و گواه میان من و شما هم او کافی است. اوست خدای آمرزنده مهربان. ای رسول ما، امت را بگو من از بین رسولان اولین پیامبر نیستم که تازه در جهان آوازه رسالت بلند کرده باشم تا تعجب و انکار کنید و نمی دانم که با من و شما عاقبت چه می کنند. من جز آنچه وحی می شود پیروی نمی کنم و جز آنکه با بیان روشن خلق را آگاه کنم و از خدا بترسانم وظیفه ای ندارم. ای رسول، باز هم به منکران قرآن بگو چه تصور می کنید اگر قرآن از جانب خدا باشد و شما به آن کافر شوید، در صورتی که از بنی اسرائیل شاهدی بر قرآن گواهی دهد و ایمان آرد و شما تکبر ورزید، آری البته خدا مردم ستمکار را هدایت نخواهد کرد. و کافران به اهل ایمان گفتند اگر دین اسلام بهتر بود مردم فقیر در ایمان به آن بر ما سبقت نمی جستند و چون به قرآن هدایت نمی شوند خواهند گفت که این کتاب دروغی از گفتار پیشینیان است و پیش از قرآن کتاب تورات بر موسی که امام و پیشوای مهربان خلق بود نازل گردید و این کتاب که تصدیق کننده کتب آسمانی پیشین است به زبان فصیح عربی نازل شده تا ستمکاران عالم را از عذاب خدا بترساند و نیکوکاران را بشارت دهد. آنان که گفتند آفریننده ما خداست و بر این سخن پایدار و ثابت ماندند، برای آنها هیچ ترس و بیمی و حزن و اندوهی در دنیا و عقبا نخواهد بود. آنان اهل بهشتند و به پاداش اعمال نیک همیشه در بهشت ابد مخلد خواهند بود. و ما انسان را به احسان در حق پدر و مادر سفارش کردیم، یاد کند که مادر 9 ماه چگونه با رنج و زحمت بار حمل کشید و باز با درد و مشقت وضع حمل نمود و 30 ماه تمام مدت حمل و شیرخواری بود تا وقتی که طفل به حد رشد رسید و آدمی 40 ساله گشت و عقل و کمال یافت. آنگاه سزد که عرض کند خدایا مرا بر نعمتی که
به من و پدر و مادر من عطا فرمودی شکر بیاموز و به کار شایسته ای که رضا و خوشنودی تو در اوست موفق دار و فرزندان مرا صالح گردان. بار الها من به درگاه تو به دعا باز آمدم و از تسلیمان فرمان تو شدم. این بندگانند که به نیکوترین اعمال خود مقبول درگاه ما شده و از گناهانشان می گذریم و داخل اهل بهشت می گردانیم. این وعده صدقی است که به آنها در قرآن بشارت داده اند. و چقدر ناخلف است فرزندی که پدر و مادر را گفت شما به من وعده می دهید که پس از مرگ مرا زنده کرده و از قبر بیرون می آرند، در صورتی که پیش از من گروه و طوایف بسیار رفتند و یکی باز نیامد. آنگاه پدر و مادر به خدا استغاثه کنند که پروردگارا تو فرزند ما را هدایت کن و به او گویند وای بر تو، به خدا ایمان بیار، البته وعده خدا بر حق و حقیقت است. باز آن نااهل فرزند گوید این سخنان جز افسانه و اوهام پیشینیان نیست. اینان در میان طوایف بسیاری که پیش از این به کفر مردند کسانی هستند که وعده عذاب خدا بر آنها حتم است و اینها به حقیقت زیانکاران عالمند. و برای تمام مردم مؤمن و کافر به مقتضای اعمالشان درجاتی معین است و همه به پاداش اعمال خود کاملا می رسند و هیچ ستمی به آنها نخواهد شد. و روزی که کافران را بر آتش دوزخ متوجه سازند، فرشتگان عذاب به آنها گویند شما لذات و خوشیهایتان را در زندگانی دنیا به شهوترانی و عصیان بردید و بدان لذات دنیوی برخوردار بودید، پس امروز به عذاب ذلت و خاری مجازات می شوید، چون در زمین به ناحق ظلم و تکبر کردید و راه فسق و تبهکاری پیش گرفتید. یادار ای رسول حال هود پیغمبر قوم عاد را که چون در سرزمین احقاف امتش را وعظ و اندرس کرد و از قهر خدا بترسانید، و پیش از هود و بعد از او هم بسیار پیامبر برای اندرز خلق آمد. باری هود قومش را گفت هرگز جز خدا کسی را نپرستید که من بر شما از عذاب روز بزرگ قیامت می ترسم. قوم هود در پاسخ گفتند آیا تو آمده ای ما را از پرستش بتان که خدایان ما هستند منع کنی؟ پس تو زود وعده عذابی که به ما بر بت پرستی می دهی بیار اگر راست می گویی. هود در جواب گفت من آگه نیستم که وعده عذاب کی خواهد بود، علمش نزد خداست و من آنچه را که بر آن رسالت داشتم به شما ابلاغ کردم، لکن شما را بسیار مردم نادانی می‌بینم. پس چون آن عذاب را به شکل ابری دیدند که بر روی خانه‌هایشان روی آورد، شادمان شدند و گفتند این ابری است که بر ما باران می‌بارد. هود گفت چنین نیست، بلکه اثر عذابی است که به تعجیل درخواستید. این باد سختی است که در آن شما را عذاب دردناک است. این بادی است که هر چیزی را به امر خدا نابود و هلاک می سازد. پس شبی صبح کردند و جز خانه های ویرانه آنها اثری از آنان باقی نماند. ما بدین گونه قوم بدکار را مجازات می کنیم. و به آن قوم عاد تمکین و قوتی دادیم که شما امت را چنان نیروی بدنی ندادیم، و با آنکه بر آنها گوش و چشم و قلب مدرک قرار دادیم، هیچ این قوای مدرکه آنها را از عذاب نرهانید، بدین جهت که آیات خدا را انکار می کردند و آنچه را که استهزا کردند به آنها فرا رسید و همه هلاک شدند. و ما چه بسیار اهل شهر و دیار را که در اطراف شما بودند به کیفر کفر همه را هلاک کردیم و آیت عبرت برای مردم گردانیدیم تا مگر از کفر و گناه به درگاه خدا بازگردند.
پس چرا جز خدا معبودانی که به آنها تقرب می جستند آنها را یاری نکردند، بلکه از نظرشان محو و نابود شدند و خدایی آن بت‌ها سخنان بی حقیقت دروغی بود که خود می بافتند. ای رسول ما، یادار وقتی را که ما تنی چند از جنیان را متوجه تو گردانیدیم تا استماع آیات قرآن کنند، چون نزد رسول رسیدند با هم گفتند گوش فرادهید تا آیات خدا بشنوید. چون قرائت تمام شد ایمان آوردند و به سوی قومشان برای تبلیغ و هدایت بازگردیدند و گفتند ای طایفه ما، آیات کتابی را شنیدیم که پس از موسی نازل شده بود، در حالی که کتب آسمانی تورات و انجیل را که در مقابل او بود به راستی تصدیق می کرد و خلق را به سوی حق و طریق راست هدایت می فرمود. ای طایفه ما، شما هم مانند ما دعوت خدا را اجابت کنید و به او ایمان آرید تا خدا از گناهان شما درگذرد و شما را از عذاب دردناک قیامت نگاه دارد، و هر که داعی حق را اجابت نکند در زمین مفر و پناهی از قهر خدا نخواهد یافت و جز او هیچ یار و یاوری نخواهد داشت، و چنین کسان که به راه حق نیایند دانسته در ضلالت و گمراهی هستند. آیا کافران ندیدند که خدایی که آسمانها و زمین را آفرید و هیچ فرو نماند، البته هم او قادر بر آن است که مردگان را باز زنده کند و نیک و بد خلق را پاداش دهد، که البته او بر هر چیز قادر است، و روزی که کافران را بر آتش دوزخ عرضه کنند و چون آتش را به چشم ببینند به آنها گویند آیا این وعده دوزخ حقیقت نبود؟ آنها گویند بله پروردگارا حق بود. خدا گوید پس امروز به کیفر کفرتان سختی عذاب دوزخ را بچشید. ای رسول ما، تو هم مانند پیغمبران اولوالعزم صبور باش و بر امت به عذاب تعجیل مکن تا روزی که آنچه وعده داده شده به چشم ببینند. آن روز پندارند که در دنیا به جز ساعتی از روز درنگ نداشتند. این قرآن تبلیغ رسالت و اتمام حجتی است بر تمام خلق تا مردم از شهوت و معصیت به راه طاعت و عبادت بازآیند. پس آیا به قیامت جز مردم شهوت پرست فاسق هیچ کس هلاک خواهد شد؟ در اینجا سوره احقاف که شامل 35 آیه بود به پایان میرسد. میرسیم به سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم که در مدینه نازل شده و مشتمل بر 38 آیه میباشد. به نام خدای بخشنده مهربان. آنان که به خدا کافر شدند و راه دین خدا را بر خلق بستند، اعمال آنها تباه و باطل خواهد شد. آنان که به خدا گرویدند و نیکوکار شدند و به قرآنی که بر محمد نازل شد که البته برحق و از جانب خدا بود ایمان آوردند، خدا از گناهانشان درگذشت و امر دنیا و دینشان را اصلاح فرمود. این کافران پیرو عقاید باطل گردیدند و اهل ایمان پیرو قرآن حق که از جانب خدایشان نازل گردید. این گونه خدا تمثال حال مردم را بیان می کند. شما مؤمنان چون با کافران روبرو شوید باید آنها را گردن زنید تا آنگاه که از خون ریزی بسیار دشمن را از پای در آورید. پس از آن اسیران جنگ را محکم به بند کشید تا بعدن او را آزاد گردانید یا فدا گیرید تا جنگ سختی های خود را فرو گذارد. این حکم فعلی است و اگر خدا می خواست خود از کافران انتقام می کشید و همه را بی زحمت جنگ شما هلاک می کرد. لکن این جنگ کفر و ایمان برای امتحان خلق به یک دیگر است و آنان که در راه خدا کشته شدند خدا هرگز رنج و اعمالشان را ضایع نگرداند. آنها را البته به راه سعادت هدایت کند و امورشان را اصلاح فرماید و در بهشتی که قبلاً به منزل و مقاماتشان همه را شناسا کرده وارد کند. ای اهل ایمان، شما اگر خدا را یاری کنید خدا هم شما را همه جا یاری کند و در جنگ ها فاتح سازد و بر حوادث ثابت قدم گرداند. و آنان که به خدا کافر شدند
نابود و هلاک شوند و خدا اعمالشان را ضایع و باطل سازد. این بدان سبب است که آنها از قرآنی که خدا نازل فرمود کراهت و اعراض داشتند، پس خدا اعمالشان را محو و نابود فرمود. آیا در زمین به سیر و سفر نمی روید تا به چشم خود عاقبت حال پیشینیان را مشاهده کنید که چگونه خدا یار و مولای مؤمنان است و کافران هیچ مولا و یاوری ندارند؟ البته خدا آنان را که ایمان آورده و نیکوکار شوند در بهشتی که زیر درختانش نهرها جاری است داخل گرداند و آنان که به راه کفر شتافتند به تمتع و شهوترانی و شکم پرستی مانند حیوانات پرداختند، عاقبت منزل آنها آتش دوزخ خواهد بود. چه شهرهای بسیار که از شهر مکه وطن تو که از آن کفار خارج شدند محکم بنیانتر بود، ما اهلش را هلاک کردیم و بر نجاتشان هیچ یاوری نداشتند. آیا آن کس که از خدای خود حجت و برهانی مانند قرآن در دست دارد مانند کسانی است که از جهل و نادانی عمل زشتشان در نظر زیبا جلوه کرده و پیرو هوای نفسانی خود شده اند؟ داستان بهشتی که به متقیان در دنیا وعده دادن این است که در آن باغ بهشت نهرهای از آب زلال گواراست و نهرها از شیر بی آنکه هرگز طعمش تغییر کند و نهرها از شراب ناب که نوشندگان را به حد کمال لذت برساند و نهرها از عسل و تمام انواع میوه ها برای آنان مهیاست و فوق همه مغفرت و لطف پروردگار. آیا حال آن که در این بهشت ابد است مانند حال کسی است که در آتش است و آب جوشنده جهنم نوشند تا اندرونشان را پاره پاره گرداند؟ بعضی از مردم منافق به گفتارت کاملا گوش می دهند تا وقتی که از حضورت خارج شوند و با اهل علم به تمسخر و اهانت می گویند رسول باز از سر نو چه گفت و معنی کلامش چه بوده، ما که از گفتارش چیزی نفهمیدیم. اینان هستند که خدا بر دلهاشان مهر قهر نهاده و پیرو به هوای نفس خود گردیدند و آنان که به گفتارت هدایت یافتند لطف خدا بر هدایت و ایمانشان بیفزود و پاداش تقوا به آنها عطا فرمود. کافران که ایمان نمی آرند پس باز انتظاری دارند جز آنکه ساعت قیامت فرا رسد که شروط و علائم قیامت بسیار پدید آید و پس از آنکه قیامت بیاید در آن حال تذکر و پند آنان هیچ فایده ای ندارد. باز هم بدان که هیچ خدایی جز خدای یکتا نیست و تو بر گناه خود و برای مردان و زنان با ایمان آمرزش طلب و بدان که خدا منازل انتقال شما به عالم آخرت و مسکن همیشگی شما همه را خدا می داند. و مؤمنان می گویند چه شده که سوره‌ای در حکم جهاد کفار نازل نشده، در صورتی که چون سوره محکم و صریحی آمد و در آن ذکر جنگ باشد حال آنان را که دلهایشان مریض نفاق است اگر بنگری مانند کسی که از ترس حال بیهوشی بروده است می دهد است. در تو نگاه می کنند ولی آری مرگ و هلاک برای آنها سزاوارتر است. راه سعادت طاعت خدا و گفتار نیکوست و پس از آنکه امر دین یا کار جنگ به عزم و لزوم پیوست اگر منافقین کلام خدا را تصدیق کنند برای آنها در کار دین و دنیا بهتر خواهد بود. شما منافقان اگر از فرمان خدا و اطاعت قرآن روی بگردانید یا در زمین فساد و قطع رحم کنید باز هم امید نجات دارید؟ همین منافقانند که خدا آنها را لعن کرده و گوش و چشمانشان را کر و کور گردانیده است تا به جهل و شقاوت بمیرند. آیا منافقان در آیات قرآن تفکر نمی کنند یا بر دلهاشان خود قفل‌های جهل و نفاق زده اند؟ آنان که پس از بیان شدن راه هدایت برای آنها
باز بدین پشت کرده و مرتد شدند، شیطان کفر را در نظرشان جلوه‌گر ساخت و به آمال و آرزوهای دراز فریبشان داد. این برگشتن از دین برای آن بود که آن منافقان که به دشمنان قرآن پنهانی گفتند ما البته با شما بر مخالفت محمد تا بتوانیم موافقت میکنیم، خدا بر اسرار نهانشان آگاه است، پس با چه حال سختی روبرو شوند هنگامی که فرشتگان عذاب جانشان را بگیرند و بر روی و پشت آنها تازیانه قهر زنند، بدین سبب که از پی راهی که موجب خشم خداست رفتند و راه رضا و خوشنودی او را نپیمودند، خدا هم اعمالشان را محو و باطل گردانید. آیا آنان که در دل مرض نفاق پنهان دارند پندارند که خدا کینه درونی آنها را بر اهل ایمان آشکار نمی سازد؟ ای رسول، اگر ما می خواستیم حقیقت را به وحی بر تو آشکار می ساختیم تا به باطن آنها از سیمای ظاهرشان پی برده و در طی سخن کاملا بشناسی و خدا به همه کارهای شما بندگان آگاه است، و البته ما شما را در مقام امتحان می آوریم تا آنکه در راه خدا مجاهدت و کوشش کنیم. آنان که به خدا کافر شدند و راه خدا را به روی خلق بستند و با رسول او پس از آنکه راه هدایت برای آنها روشن شد باز مخالفت کردند، بدانند که به خدا ضرری نمی رسانند، زیان و مخالفت برای خود آنهاست و اعمال آنها را خدا البته محو و نابود می گرداند. ای اهل ایمان، خدا را اطاعت کنید و رسول او را هم اطاعت کنید و اعمال خود را ضایع و باطل نگردانید. آنان که به خدا کافر شدند و از حسد و عناد راه خدا را به روی خلق بستند و به حال کفر مردند، دیگر ابدا خدا آنها را نخواهد بخشید. پس شما اهل ایمان در کار دین سستی روا مدارید و از ترس جنگ کافران دعوت به صلح مکنید که شما بر کفار غالب و بلند مقام تر خواهید بود و خدا با شماست و از اعمال شما هیچ نمی کاهد، و بدانید که زندگانی دنیا جز بازیچه و هوسرانی نیست، و اگر به خدا ایمان آرید و پرهیزکار شوید پاداش اعمال شما را در بهشت ابد خواهد داد و از اموال شما چیزی مزد هدایت نمی خواهد، و اگر از مال شما خدا چیزی به اصرار هم بخواهد باز بخل می‌ورزید و کینه و خبص درونی شما را آشکار می‌سازد. آری شما همان مردمید که برای انفاق در راه تبلیغ دین خدا دعوت می‌شدید. باز بعضی از شما بخل می‌ورزند و هر که در انفاق بخل کند به ضرر خود اوست که از اجر و ثواب خدا خود را محروم کرده، وگرنه خدا از خلق غنی و بی نیاز است و شما فقیر و نیازمندید، و اگر شما روی از دین حق بگردانید خدا قومی غیر شما که مانند شما بخیل نیستند به جای شما پدید آورد. سوره محمد که شامل 38 آیه بود به پایان رسید. می رسیم به سوره فتح. سوره فتح در مدینه نازل شده و مشتمل بر 29 آیه می باشد. به نام خدای بخشنده مهربان. ای رسول ما، غم مدار که ما تو را به فتح آشکاری در عالم فیروز می گردانیم تا از گناه گذشته و آینده تو درگذریم و نعمت خود را بر تو به حد کمال رسانیم و تو را به راه مستقیم هدایت کنیم، و خدا تو را به نصرتی با عزت و کرامت یاری خواهد کرد. اوست خدایی که وقار بر دلهای مؤمنان آورد تا بر یقین و ایمانشان بیفزاید و کاملتر از آن که بودند گرداند، و سپاه زمین و آسمانها لشکر خداست و خدا به حکمت نظام آفرینش داناست. این فتح یا افزودن ایمان برای آن بود که خدا می‌خواست مردان و زنان مؤمن را تا ابد در بهشت‌هایی که زیر درختانش نهرها جاری است داخل گرداند و گناهانشان را تماماً ببخشد، و این به حقیقت نزد خدا پیروزی بزرگ است.
و نیز خدا خواست تا همه منافقان و مشرکان را از مرد و زن به کیفر شرک و نفاق عذاب کنند که آنها به خدا بدگمان بودند، در صورتی که وعده خدا صدق است و روزگار بد و هلاکت برای خود آنها بود. و خدا بر آنان خشم و لعن کرد و جهنم را که بسیار بد منزلگاهی است برایشان مهیا ساخت. و بدانید که سپاه زمین و آسمان ها لشکر خداست و خدا بسیار مقتدر و به تدبیر نظام عالم داناست. ما شخص تو را به عالم فرستادیم که شاهد نیک و بد امت باشی و خلق را به لطف و رحمت حق بشارت دهی و از قهر و عذاب او بترسانی، تا تو خود با صالحان امتت به خدا ایمان آورده و دین او را یاری کنید و به تعظیم جلالش صبح و شام تسبیح او گویید. ای رسول، مؤمنانی که با تو بیعت کردند به حقیقت با خدا بیعت کردند، دست خداست بالای دست آنها، پس از آن هر که نقض بیعت کند بر زیان و هلاک خیش به حقیقت اقدام کرد، و هر که به عهدی که با خدا بست وفا کند به زودی خدا به او پاداش بزرگ عطا خواهد فرمود. اعراب بادیه که از حضورت در جنگ ها و در سفر فتح مکه تخلف می ورزند برای عذر و تعلل خواهند گفت که ما را محافظت اهل بیت و انبالمان از آمدن در رکابت باز داشت، اینک از خدا بر گناه ما آمرزش طلب. این مردم منافق چیزی که هیچ به دل عقیده ندارند به زبان می آورند. به آنها بگو اگر خدا اراده کند که ضرر یا نفعی به شما رساند، آن کیست که خلاف آن کاری تواند کرد؟ بلکه خدا به هر چه می کنید آگاه است. بلکه شما پنداشتید که رسول و مؤمنان به سوی وطن و اهل بیت خود دیگر هرگز باز نخواهند گشت. این خیال در دل شما به خطا جلوه کرد و بسیار گمان بد و اندیشه باطلی بود و مردمی در خور قهر و هلاکت بودید. و هر که به خدا و رسول او ایمان نیاورد، ما هم بر آن کافران عذاب آتش دوزخ را مهیا ساختیم. ملک آسمان ها و زمین همه خاص خداست. او از گناهکاران هر که را بخواهد می بخشد و هر که را بخواهد عذاب می کند و خدا در حق بندگان بسیار آمرزنده و مهربان است. کسانی که تخلف کردند و همراهی با شما ننمودند، باز چون برای گرفتن غنایم به آنجا حرکت کنید به زودی خواهند گفت بگذارید تا ما هم با شما تبعیت کنیم. غرضشان این است سخن خدا را تغییر دهند. ای رسول، در جواب آنها بگو شما به حقیقت هرگز ما را پیروی نمی کنید. خدا پیش از این درباره شما چنین خبر داده. باز آن مردم خواهند گفت چنین نیست، بلکه شما به ما حسد می برزید. بلکه ایشان جز عده قلیلی همه بی ایمان و جاهل و نادانند. ای رسول، با اعرابی که از جنگ تخلف کردند بگو به زودی برای جنگ با قومی شجاع و نیرومند دعوت می شوید که جنگ و مبارزه کنید تا وقتی که تسلیم شوند. در این دعوت اگر اطاعت کردید خدا به شما اجر نیکو خواهد داد، و اگر نافرمانی کنید چنان که پیش از این مخالفت کردید، خدا شما را به عذابی دردناک معذب خواهد کرد. برای شخص نابینا، مریض و لنگ در تخلف از جنگ حرج و گناهی نیست، و هر که خدا و رسول او را فرمان برد او را به باغ‌های بهشتی داخل کند که زیر درختانش نهرها جاری است، ولی هر که مخالفت کند به عذابی دردناک معذب می شود. خدا از مؤمنان که با تو بیعت کردند به حقیقت خوشنود گشت و از وفا و خلوص قلبی آنها آگاه بود که وقار اطمینان کامل را بر ایشان نازل فرمود، و به فتحی نزدیک که فتح خیبر بود به آنها پاداش داد و به غنیمت‌های فراوانی که خواهند گرفت آنها را موفق داشت. و خدا مقتدر و داناست. خدا به شما وعده گرفتن غنیمت‌های بسیار داده و این را برای شما تعجیل در انجام آن فرموده و دست شر مردم کافر را از سر شما کوتاه کرده
تا آیت و دلیل اهل ایمان باشد و خدا شما را به راه راست هدایت فرماید و خدا به شما باز وعده غنیمت‌های دیگری فرموده که هنوز بر آن قادر نیستید. علم خدا محیط بر آن است. خدا بر هر چیز دانا و تواناست. و اگر کافران با شما مسلمین به جنگ برخیزند، از قتال شما پشت گردانیده و فرار کنند و دیگر هیچ ناصر و یاوری برای خود نیابند. سنت الهی بر این بوده که حق بر باطل غالب شود و ابدا در این سنت خدا تغییری نخواهی یافت. و او خدایی است که دست شر کفار را از سر شما و دست شما را هم به زمین مکه پس از پیروزیتان از سر آنها کوتاه کرد و خدا به هر چه می کنید آگاه است. همانان بودند که به خدا کافر شدند و راه مسجد الحرام را به روی شما بستند و شما را از رسیدن به محل خود مکه منع کردند. کافران در دلها جاهلیت را پرورده اند و خدا هم وقار و اطمینان خاطر را بر رسول خود و بر مؤمنان ناظر کرد و آنان را با کلمه اخلاص و مقام تقوا ملازم کرد که آنها سزاوارتر از دیگران بر این مقام بودند و اهلیت آن را داشتند و خدا به همه امور عالم داناست. البته خدا صدق و حقیقت خواب رسولش را آشکار ساخت و در عالم رویا شما مؤمنان را دید. البته به مسجد الحرام ایمن وارد شوید، سرها بتراشید و اعمال احرام را بی ترس و هراس به جا یارید و خدا آنچه را شما نمی دانستید می دانست و قبل از آن که فتح مکه کنید، فتح نزدیک حدیبیه و خیبر را مقرر داشت و خدایی است که رسول خود محمد را با قرآن و دین حق به عالم فرستاد تا او را بر همه ادیان دنیا غالب گرداند و بر حقیقت این سخن گواهی خدا کافی است. محمد فرستاده خداست و یاران و همراهانش بر کار کافران بسیار دلسخت و با یکدیگر بسیار مشفق و مهربانند. آنان را در حال رکوع و سجود نماز بسیار بنگری که فضل و رحمت خدا و خوشنودی او را به دعا می طلبند. بر رخسارشان از اثر سجده نشانهای نورانیت پدیدار است. این وصف حال آنها در کتاب تورات و انجیل است که مثل حالشان به دانه ایماند که چون نخست سر از خاک برآرد، شاخه این نازک و ضعیف باشد، پس از آن قوت یابد تا آنکه ستبر و قوی گردد و بر ساق خود راست و محکم بیستد که دهقانان در تماشای آن حیران مانند. همچنین اصحاب محمد از ضعف به قوت رسند تا کافران عالم را از قدرت خود به خشم آرند. خدا وعده فرموده که هر کس از آنها ثابت ایمان و نیکوکار شود گناهانشان بخشد و اجر عظیم به آنها عطا کند. در اینجا سوره فتح نیز به پایان رسید. سوره حجرات در مدینه نازل شده و مشتمل بر 18 آیه می باشد. به نام خدای بخشنده مهربان. ای کسانی که به خدا ایمان آورده اید، هیچگاه بر خدا و رسول تقدم مجوید و از خدا بترسید که خدا به گفتار شما شنوا و داناست. ای اهل ایمان، فوق صوت پیغمبر صدا بلند مکنید که اعمال نیکتان محو و باطل شود و شما فهم نکنید. آنان که نزد رسول خدا به صدای آرام و آهسته سخن گویند، آنها هستند که در حقیقت خدا دلهایشان را برای مقام رفیع تقوا آزموده و آمرزش و اجر عظیم نصیبشان فرموده است. به حقیقت مردمی که تو را از پشت و به صدای بلند می‌خوانند، اکثراً مردمی بی عقل و شعور هستند و اگر آنها صبر می‌کردند تا وقتی که تو بر ایشان خارج شوی، بسیار برای آنها بهتر و ثوابش بیشتر بود.
و باز هم اگر توبه کنند خدا غفور و مهربان است. ای مؤمنان عالم، هرگاه فاسقی خبری برای شما آورد تصدیق مکنید تا اینکه تحقیق کنید، مبادا به سخنچینی فاسقی از نادانی به قومی رنجی رسانید که در آن هنگام سخت پشیمان خواهید شد. و بدانید رسول خدا در میان شما هست، شما او را به رأی جاهلانه خود وا مدارید که اگر در بسیاری از امور رأی شما را پیروی کند خود به رنج و زحمت می افتد، لکن خدا به لطف خود مقام ایمان را محبوب شما گردانید و در دلهایتان نیکو بیاراست و کفر و فسق معصیت را زشت و منفور در نظرتان مجسم ساخت تا در دو عالم سعادتمند شوید و اینان به حقیقت اهل ثواب و هدایتند. این مقام برای آنان به فضل خدا و نعمت الهی حاصل گردید و خدا به احوال بندگان دانا و به صلاح نظام عالم آگاه است. و اگر دو طایفه از اهل ایمان با هم به قتال و دشمنی برخیزند، البته شما مؤمنان بین آنها صلح برقرار دارید، و اگر یک قوم بر دیگری ظلم کرد با آن طایفه ظالم قتال کنید تا به فرمان خدا باز آید و ترک ظلم کند. پس هرگاه به حکم حق برگشت با حفظ عدالت آنها را صلح دهید و همیشه عدالت کنید، که خدا بسیار اهل عدل و داد را دوست می دارد. به حقیقت مؤمنان همه برادر یکدیگرند، پس همیشه بین برادران خود صلح برقرار کنید و خدا ترس و پرهیزکار باشید، باشد که مورد لطف و رحمت الهی قرار گیرید. ای اهل ایمان و مؤمنان، هرگز نباید قومی قوم دیگر را مسخره و استهزا کنند، شاید آن قوم که مسخره می کنید بهترین مؤمنین باشند و نیز بین زنان با ایمان قومی دیگر را سخریه نکنند، که بسا آن قوم بهترین آن زنانند. و هرگز عیب جویی از همدینان خود مکنید و به نام و لقبهای زشت یکدیگر را مخوانید که پس از ایمان به خدا نام فسق بر مؤمن نهند، که این کار بسیار زشت است. و هر که از فسق و گناه به درگاه خدا توبه نکند بسیار ظالم و ستمکار است. ای اهل ایمان، از بسیار پندارها در حق یکدیگر اجتناب کنید، که برخی زن و پندارها معصیت است، و نیز هرگز از حال درونی هم تجسس مکنید و غیبت یکدیگر روا مدارید. آیا شما دوست می‌دارید گوشت برادر مرده خود را خورید؟ البته کراهت و نفرت از آن دارید. پس بدانید که مثل غیبت مؤمن به حقیقت همین است، و از خدا بترسید و توبه کنید، که خدا بسیار توبه پذیر و مهربان است. ای مردم، ما همه شما را نخست از مرد و زنی آفریدیم و آنگاه شعبه های بسیار و فرق مختلف گردانیدیم تا یکدیگر را بشناسید. بزرگوار و با افتخار ترین شما نزد خدا با تقوا ترین مردمند، و خدا از حال شما کاملا آگاه است. ای رسول، اعراب بنی اسد و غیرو که بر تو منت گذارده و گفتند ما بی جنگ و نزاع ایمان آوردیم، به آنها بگو شما که ایمانتان به قلب وارد نشده به حقیقت هنوز ایمان نیاورده اید، لکن بگویید ما اسلام آوردیم، و اگر خدا و رسول وی را اطاعت کنید او از اجر اعمال شما هیچ نخواهد کاست و از گناه گذشته شما نیز می گذرد، که خدا بسیار آمرزنده و مهربان است. منحصراً مؤمنان واقعی آن کسانند که به خدا و رسول او ایمان آوردند و بعداً هیچگاه شک و تردیدی به دل راه ندادند و در راه خدا به مال و جانشان جهاد کردند، اینان به حقیقت راستگو هستند. ای رسول، با مردم ریایی بگو که شما می‌خواهید خدا را به دین خود آگاه سازید، و حالان که خدا آنچه در آسمان‌ها و زمین است همه را می‌داند و به کلیه امور عالم آگاه است. آنها بر تو به مسلمان شدن منت می‌گذارند، بگو شما به اسلام خود بر من منت منهید، چون خدا
بر شما منت دارد که شما را به سوی ایمان هدایت فرموده است. خدا اسرار غیب زمین و آسمان ها را می داند و به آنچه شما بندگان می کنید از نیک و بد، خالص یا ریا آگاه است. سوره حجرات در اینجا به پایان رسید. می رسیم به سوره قاف که در مکه معظمه نازل شده و مشتمل بر 45 آیه می باشد. به نام خدای بخشنده مهربان. و قسم به قرآن با مجد و عظمت که منکران ایمان نمی آورند و از آمدن رسولی که آنها را اندرز دهد به شگفت آمده و کفار نادان گفتند این دعوی رسالت و خبر از قیامت بسیار چیز عجیبی است، آیا ما پس از آنکه مردیم و یک سر خاک شدیم باز زنده می شویم؟ این بازگشت بسیار بعید است. تعجب نکنند که ما به آنچه زمین از آنها بکاهد کاملا آگاهیم و کتاب لوح محفوظ نزد ماست. کافران چون رسول آمد به جای ایمان حقرن تکذیب کردند و در کار بزرگ رسالت و قرآن با عظمت مضطرب و سرگردان ماندند. آیا منکران حق آسمان را فراز خود نمی نگرند که ما چگونه بنایی محکم اساس نهاده ایم و آن را به زیور ستارگان رخشان آراسته ایم و هیچ شکافی و خللی در آن راه ندارد و زمین را نمی نگرند که آن را بگستردیم و در آن کوه‌های استوار بیفکندیم و هر نوع گیاه با حسن و تراوت از آن برویانیدیم؟ این دلائل قدرت در آسمان و زمین موجب بصیرت و تذکر برای هر بنده ایست که به توبه از گناه و غفلت رو به درگاه خدا آرد. و ما از آسمان آب باران با برکت را نازل کردیم و باغ‌های میوه و خرمنها از کشت حبوبات برویانیدیم و نیز نخل‌های بلند خرما که میوه آن منظم روی هم چیده شده است برانگیختیم. اینها را رزق بندگان قرار دادیم و به باران زمین مرده را زنده ساختیم تا خلق بدانند که همچنین پس از مرگ سر از خاک بیرون می کنند. ای رسول غمین مباش که پیش از اینان هم قوم نوح و قوم ثمود پیغمبر خود را تکذیب کردند و قوم عاد و فرعون و قوم لوط و اصحاب ایکه و قوم تبع پادشاه یمن همه رسولان حق را تکذیب کردند تا وعده عذاب حق بر آنان حتم و واجب گردید. آیا در اول بار که آفرینش را از نیستی صرف به هستی آوردیم هیچ درماندیم؟ پس در خلقت معاد هم عاجز نیستیم، بلکه این منکران در شک و تردید از خلقت نو و نعشه معادند و ما انسان را خلق کرده ایم و از وساوس و اندیشه های نفس او کاملا آگاهیم که از رگ گردن او به او نزدیک تریم. سخنی از خیر و شر بر زمان نیاورده جز آن که همان دم رقیب و عتید بر آن آماده اند و هنگام بیهوشی و سختی مرگ به حق و حقیقت فرا رسید. آری همان مرگی بود که از او دوری می جستی و آنگاه ملائک ندا کنند که این است روز وعدگاه خلق و هر نفسی را فرشته ای برای حساب به محشر کشاند و فرشته ای بر نیک و بدش گواهی دهد و تو ای نادان از این روز سخت در قفلت بودی تا آنکه ما پرده از کارت برانداختیم و چشم بصیرتت بیناتر گردید. و خطاب رسد امروز هر کافر معاند را در دوزخ افکنید، همان کافری که از هر کار خیر مانع میگشت و به حق خلق ستم میکرد و در کار قیامت شک و تردید داشت، همان کافر مشرک که با خدای یکتا خدای دیگری جعل کرده، او را امروز در عذاب سخت جهنم درافکنید. آنگاه قرین او شیطان گوید بار الها من او را به طغیان و عصیان نکشیدم بلکه او خود در زلالت افتاد. آنگاه خدا گوید در حضور من خصومت مکنید که من وعده عذاب شما را از پیش فرستاده ام. دیگر وعده عذاب من مبدل نخواهد شد و هیچ در کیفر ستمی به بندگان نخواهم کرد.
روزی که جهنم را گوییم آیا امروز مملو از وجود کافران شدی و او گوید آیا دوزخیان بیش از این هم هستند؟ آن روز بهشت را برای اهل تقوا نزدیک آرند تا هیچ دور از آن نباشند. این بهشت همان است که وعده شد بر همه بندگانی که به درگاه خدا پناه برده و نفس را از حرام نگه داشتند. آن کس که از خدای مهربان در باطن ترسید و با قلب خاشع و نالان به درگاه او باز آمد، به این گونه بندگان خطاب شود که در آن بهشت با تحیت و سلام حق درآیند که این روز دخول ابدی در بهشت جاودانی است. برای آن بندگان در آنجا هرچه بخواهند مهیاست و باز افزونتر از آن نعمتهای بهشتی نزد ما خواهد بود. و چقدر طوایفی را پس از اینان ما هلاک کردیم که با قهر و قوت‌تر از اینان بودند و در هر دیار راه جستند. آیا با همه نیرومندیشان هیچ راه نجاتی یافتند؟ در این هلاک پیشینیان پند و تذکر است، آن را که قلب هوشیاری باشد یا گوش دل به کلام حق فرا دهد و به حقایقش توجه کامل کند. و ما زمین و آسمان ها و آنچه بین آنهاست همه را در 6 روز آفریدیم و هیچ رنج و خستگی به ما نرسید. پس تو ای رسول بر تکذیب منکران صبر کن و به حمد و ستایش خدا تسبیح گو، پیش از طلوع خورشید به نماز صبح و پیش از غروب آن به نماز ظهر و عصر، و باز برخی از شب را به نماز مغرب و عشا، و هم در عقب سجده ها به تسبیح خدا پرداز. و به ندای روزی که منادی حق اسرافیل از مکان نزدیک ندا کند گوش فرادار، روزی که خلق آن ندا را به حق بشنوند. آن روز هنگام خروج از قبرهاست. البته ما خلق را زنده ساخته و میمیرانیم و بازگشت همه به سوی ماست. روزی که به سرعت زمین از احاطه بر آنها بشکافد و این جمع آوری خلق در محشر بر ما سهل و آسان باشد. ما به گفتار مردم مقرز نادان داناتر هستیم و تو بر آن مردم جبار مسلط نیستی، تو رسول حقی. پس آن کس را که از وعده عذاب قیامت ترسانه است او را به آیات قرآن متذکر قیامت ساز. در اینجا سوره غین نیز که شامل 46 آیه بود به پایان می رسد. سوره الزاریات در مکه معظمه نازل شده و مشتمل بر 60 آیه می باشد. به نام خدای بخشنده مهربان، قسم به بادهای عالم که نیکو بپراکنند، قسم به ابرها که بار سنگین باران را به امر حق به دوش گیرند، قسم به کشتیها که آسان به روی آب روان شوند، قسم به فرشتگان که کار جهانیان را قسمت کنند، قسم به اینان که آنچه شما را رسول حق وعده دادند همه صدق و حقیقت است. جزای اعمال روزی واقع خواهد گردید. قسم به آسمان که در آن راه های بسیار است که شما مردم نادان در اختلاف سخن باز مانده اید و رسول حق را شاعر و ساحرش خواندید. از این قرآن هر که شایسته فهم آن نبوده هم آخر روگردان خواهد شد. کشته باد و نابود آن که دروغ بندد و قرآن را سحر و فسانه خواند. آنان که در ضلالت و غفلت زیستند و از روی انکار باز می‌پرسند که پس این روز جزا کی خواهد بود، به آنها بگو آن روز خواهد بود که آنها را به آتش دوزخ بیازمایند و خطاب قهر کنند که اینک بچشید، این همان عذابی است که خود به تعجیل می‌خواستید. آن روز متقیان همه در بهشت و بر لب چشمه‌های آب غنوده اند. همان نعمت‌ها که خدا به آنها عطا کند فراگیرند، چرا که در دنیا مردمی نیکوکار بودند و از شب اندکی را خواب می‌کردند و سحرگاهان از درگاه خدا طلب آمرزش و مغفرت می‌کردند و در اموالشان برای فقیران حقی منظور داشتند.
هم در روی زمین برای اهل یقین ادله قدرت الهی پدیدار است و هم در نفوس خود شما مردم، آیا در خود به چشم بصیرت نمی نگرید؟ در اینجا سوره الزاریات تا آیه 21 آن به پایان می رسد. دنباله سوره را در نوار 23 خواهید شنید. به امید پروردگار بزرگ.